سلام، برنامه انتخابات. ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. بعد از قطع امید مذاکرات صلح، بحث انتخابات و تدبیر انتخابات یک اصل نهایی در این طرف است و بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصمم به رفتن انتخابات هستند و رئیس جمهور هم به کرات به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید میکنه. کمیسیون های مستقل انتخابات هم آمادگی گرفته، اما آنچه که فضای قبل از ایره تصویر کرده بود در رسانه‌ها و در کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در کل مجموعه نارسایی های تکنیکی، حقوقی و سیاسی ناشی از جو حاکم مصالحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبا بود و گمانه‌زنی اغلب یا گفتمان اغلب در درونی بود که انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان برگزار نمیشه. حالا با یک وضعیت خیلی عجیب، با یک زمان کم 17 روز یا 18 روز و یک بار خیلی بزرگ بر سر شانه های کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به مشکلات تکنیکی هست، چقدر فاکتورهای قابل اقناع در برگزاری انتخابات و در مدیریت درست انتخابات ریاست جمهوری پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وجود داره، کدام فاکتورها مشکل درجه یک پنداشته میشه، کدام یک مشکل درجه دو و در نهایت کدام یک مشکل درجه سه و چی راههای حل حداقل در یک مدیریت بحرانی وضعیت کنونی در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات و ایجاد یک تصمیم قاطع برای برگزاری انتخابات شفاف وجود داره که بتانیم یک انتخابات که در او یک بحران باز خلق نشه، زایده نشه و یک حکومت مشروع از او سر بیرون کنه، به او کار شوه. مجموعی فاکتورهای منفی و تاثیرپذیر و مثبت و تاثیرگذار هم شما میخوایم سرش بحث بکنیم، اما قبل از یک گزارش کنیم. در اینجا رئیس جمهور غنی و شماری از مقام های حکومت از 10 محرم روز شهادت امام حسین گرامی داشت کردند. آقای غنی میگوید که جمهوریت خط سرخ برای حکومت است و اگر مانند امام حسین نیز تنها بماند به این تعهدش مبارزه میکند. جمهوریت باعث خط سرخ من قرار دارد. اگر مانند امام حسین تنها بانم باز هم سر جمهوریت استاد میشه. در همین حال آقای غنی تاکید میورزد که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد و هیچ قدرت مانع آن شده نمیتواند. انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین برگزار خواهد شد. هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. از سوی هم معاون دوم رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که حراس افغانان تلاش دارند تا با افزایش جنایت و کشتار امارت را بر مردم تحمیل کنند. عده‌ای از تروریست‌ها می‌خواهند با جنایت و کشتار بر مردم افغانستان امارت را تحمیل کنند. اما برخی از مخالفان سیاسی حکومت ارگ را به اقدامات غیر قانونی متهم می‌سازند. قانون هیچ معنایی ندارد. قانون مامورین ملکی هیچ معنایی ندارد. قانون اساسی هیچ معنی ندارد. هر چیزی که هر خواسته باشد و مصلحت سیاسی باشد امور را به پیش میبرند و قانون زیر پا میگذارند. رئیس جمهور پاسخگو باید باشد که چه گپ بود پشت قضیه. آیا این سفری که میکردی میدانستید که طرف دیگه شما ملا برادر است؟ اگر میدانستی چرا به مردم خود نگفتی؟ این گفته‌ها در حال ابراز می‌شود که وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده و از سوی دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. دیده شود که حکومت خواهند توانست انتخابات شفاف و فراگیر را برای ایجاد حکومت آینده برگزار کند و یا اینکه بحران‌های انتخاباتی گذشته تکرار خواهد شد. ضمن از اینکه بیشتر به موارد سیاسی هم خواهیم پرداخت و رویکردهای سیاسی حداقل در ساختار قدرت افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه که اثرگذار است بر ابزای حکومتداری یا از طریق انتخابات یا از طریق اجماع سیاسی روی از آن بحث خواهد کردیم، اما بیشتر فوکس ما سر موارد تکنیکی است، مواردی که بتانه حداقل اما محاسبات دقیق یا محاسبات نسبی را برای چگونگی برگزاری انتخابات افغانستان با ما شکل بده. با ما جناب فضل احمد معنوی، رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حضور دارم. خوش آمدید. شما را بس تشکر. نخست یک تغییر فضا، یک جو نو و بیشتر قطعیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اما عمدترین چالش ها که میشه با سه کاتگوری چالش های درجه یک، دو، سه تقسیمش کنیم. ما از لست رای دهنده ها شروع میکنیم،
لست رای دهنده ها چی است و چقدر مشکل داره واقعا؟ تشکر از شما و سلام به بیننده های تلویزیون. اول خود ما خوشحال هستم که برگزاری انتخابات قطعی شد، با وجودی که ما باور داشتیم که برگزار خواهد شد، اما شک و تردیدهایی هم وجود داشته که اگر بحث صلح جدی شود و یک بار ایالات متحده آمریکا بگویند که انتخابات استاپ، بعد طبیعی است که باز با همه لافهایی که ما داریم باز توانایی برگزاریش نداشتیم. اما خوب است که حالا انتخابات برگزار میشه، میچرخه دموکراسی ولی بسیار کند بطی، ولی بالاخره میچرخه. و چانس دوم خوبی است که در گذشته حکومت ها چندان تمایل به برگزاری انتخابات نداشتند و در حکومت موجوده هم تمایل نبود و دلیل هم بسیار تاخیر شد از زمانش. اما به هر حال امروز هم که با قاطعیت به برگزاری انتخابات اصرار میکنند، این هم یک فرصت خوب و یک مثبت است. یعنی همه او طرف چالش هاست که چون به خاطر برگزاری انتخابات شک و تردید ها وجود داشته، به چالش ها کمتر توجه شده یا انگشتی با آن مشکلاتی که وجود داره گذاشته نشده. اما باور من این است که مشکلات زیاد است، از جمله موضوعی که شما گفتی. البته دیگه مشکلات هم روش بحث خواهیم کرد. بحث لیست رای دهنده است که با وجودی که یک عنوان است، قبل از انتخابات زیاد جدی گرفته نمیشه، اما یک موضوع نهایت جدی و میتونه هم چالش ساز باشه. اما رقم که ما در گذشته ها اصرار داشتیم که لیست رای دهنده میتونه به شفافیت حد اکثر کمک بکنه، یعنی همه چالش ها یک طرف، بحث لیست رای دهنده طرف دیگه قضیه است. میتونه چالش های خورده و کوچک انتخاباتی را زیر تاثیر خود بگذاره. یعنی وقتی ما 70-80% شفافیت از طریق لیست رای دهنده به دست بیاوردیم، این موضوعات خرد کوچک نمیتونست که انتخابات به چالش بکشه. برعکسش هم از وقتی که لیست رای دهنده خودش به یک چالش تبدیل شوه و به یک مشکل و پرابلم تبدیل شوه، در اون صورت میتونه که هر قدر کار دیگه هم ما انجام داده باشیم، میتونه که 60-70% کل انتخابات را زیر سوال ببره، صدمه بزنه. ما بارها گفتم ما هیچ پاسخ نیافتیم. ما باور ما این است هنوز هم که بیشتر از نصف لیستی که روش بحث میشه غیر واقعی است، خیالی است و اصلا وجود فیزیکی یا خارجی نداره. یک چیزی که فقط در امو اوراق و لیست وجود داره. به هر حال امیدوار هستم که در روز انتخابات آنچه را که ما میگم غیر واقعی است، اون مورد استفاده قرار نگیره. تصدیق یه لیست تا حد زیاد بعد از یک کار شاقه و دشوار برای اداره ایسای مرکزی در ارتباط با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، حداقل ابطال 400,000 رای فکر کنم یا ومو برگای رای دهی باطل یا تذکره هایی بود که بیشتر اصل نبود به نظر شما. اما این رقم خیلی هم محور جدی مورد انتقاد نهادهای مشاهده و تکنیکی است. چطور میشه که در نبود یک احصای مرکزی ارقام نفوذ ولایت، محلات و مراکز را منطبق ساخت با این لیست تا حداقل و بار تقلب یکم پایین شود؟ بحث احصای مرکزی یک بحث تخیلی است، غیر واقعی است. در همین میز شما، شاید هم به حضور داشت شما و یاد شما باشه که پیش از انتخابات پارلمانی، رئیس احصای مرکزی بسیار با تندتراق صحبت بکرد و از امون ماشین ها تعریف میکرد و از کمپانی که او را ساخت تعریف میکرد. شاید بحث ما یا مناظره کمی جدی تر هم شد، اما پسان دیدیم که بیشترین چالش از آدرس احصای مرکزی بود. کمیسیون انتخابات زیر فشار بسیار شدید قرار گرفت که بلاخره مو فشارها که ما میبینیم امروز، این اعضای کمیسیون محکوم به حبس میشن که با آنکه من باور دارم که در قسمت بعضی از اشخاص ظالمانه تصمیم گرفته شده و آدم های پاکی در بین بودن که هیچ گونه نقشی در این گپا نداشتن و موضوعات کلانی که اتفاق افتاده بود، اصلا چون او صدمیش به طرف های دیگه هم وارد می شد او را پنهان کردن. فقط یکی دو موضوعی که زیاد شاید اهمیت کلان هم نداشته. به هر حال یک بحث جدا است.
اما بالاخره اون مردم رفتن محاکمه شدن. اما یک روز که از ایسای مرکزی پرسان نکرد که این خرابی هایی را که تو کردی نتیجه از این چی؟ به یا رسیدگی میشه یا نه؟ آله هم آنچه را که ایسای مرکزی مدعی است شاید کمتر از یک دهم آنچه باشه که فقط به خاطر که یک اعتماد سازی بکنن. ولی باور من این است که هیچ گونه بیس و اساسی به این بحثشان وجود نداره و این لست غیر واقعی است. این لست چالش زاست، این لست مشکل ساز است، این لست نه تنها که نمی به شفافیت کمک نمی کنه بلکه عدم سلامت انتخابات یا عدم شفافیت یا ابهام در انتخابات یا سوال برانگیز شدن انتخابات بیشتر یک بسطن. ذهنیت تعام باخت به استثنای دو تیم نهایتش وجود داره که فضا خیلی تیره و تار است، مشکلات هم قسم شما گفتین فوق العاده زیاد است و این کمک میکنه حداقل که رای مردم حساب نشه و بیشتر معاملات تقلب‌آمیز صورت بگیره. حالا بحث لست رای دهنده ها مشکلات فوق العاده خود داشت، مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات هم با چالش خلق کلان. چی چیز ممکن است که ما بتانیم این فشار کم کنیم در این 18-20 روز ممکن است به نظر شما؟ باور من که شاید بسیار دشوار باشه مگر اینکه یک واقعی اگر به بحث برخورد شود. من نمونه همچون یک بحث تکنیکی است و در تکنیک میفهمی که 5 جمع 5 ده میشه، 2 جمع 2 4 است. شما ببینید ادعایی است که بیشترین نفوذ در شهرها زندگی میکنه و او روز یکی از این کاندیدا هم میره ادعا کرد واقعا هم میره هم است، یعنی شاید 70-75% نفوذ در شهرها کلان زندگی بکنه. حال شما بیا این لسته بندازی، بیا تناسب بین شهر و روستا رو ببینی که چگونه است و در انتخابات متاسفانه بیشترین رای از اطراف میاد. هر قدر تو به روستاهای دورتر سر میزنی رای بیشتر، رای بیشتر میاد. به طور مثال تو یک منطقه دور افتاده را که نام بگیری، حال من نام نمیگیرم از یک منطقه که باز اهانت به اون منطقه نشه، مثلا قریه ما وقتی از این 600 رای ما مرکزی که در مکرویان ایجاد کردیم که از هر لحاظ سطح سویه بالا است، اوجه به انتخابات باور بیشتر از ساحه گرینزون است، امنیتش خوبتر است، ما هیچ وقت در مراکزی که مثلا در مرکزی ترین منطقه شهر کابل داشتیم از 3500 نهایت 400 رای بالا نبوده. ولی شما رای روستا را ببینید که همیشه بالای 500 می باشه. لست هم امروز بیایی شما مرور بکنه یک تناسب بین روستاهای دورافتاده کم نفوذ و بین شهرها، پس به بسیار با سادگی میفهمی که اینم یک چیز خیالی ناحق شما این لست مرور کردیم؟ طبیعی ما تمام انتخابات چقدر مشکل داشتم این لست موجود؟ اصلا ما شاید ما بیشتر از قبل از انتخابات پارلمانی، بعد از انتخابات پارلمانی ده ها بار ادعا کرده باشم که مردم نصف بیشتری از این رای تخیلی است، غیر واقعی است. ما اون روز دیگه هم گفتم که یک آدم نیست که از یخنه ما بگیره یا حد دخل مرا مورد سوال قرار بده که تو چرا انتخابات سابوتاج میکنی، از کجا همین موضوع را میگویی، غلط میگویی، نادرست میگویی و مرا قناعت بتم به مذرت بخواهیم. یا این نمی دایره که ما مطرح میکنم واقعی است، مثل که قبل از انتخابات پارلمانی مطرح ساخته بودم. وقتی واقعی است چرا با می رسیدگی نمیشه؟ حداقل به شفاف سازی از این یک کار شوه. اگر یاد ندارن واقعی است کمک بخواهد که ما یادشان بدیم، اگر نه که قصدی کار کردین. ما فکر میکنم خائن ترین انسان کسی است که یک پروسه ملی را زیر سوال میبره، مشروعیت نظام را زیر سوال میبره، مشروعیت نظام را آنچه که شما ادعا میکنین تا یک حد هم برمیگرده به ضعف مدیریتی، عدم محاسبه یا عدم سنجش مدیرای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. فکر میکنین که اونا میخواین چمپوت عبور کنن از این مشکل یا حداقل یک مشکل است که اونا نمیتونن مستقیم رسیدگی کنن؟ من فکر میکنم همه از این فاکتورها یا عوامل، کمیسیون انتخابات ضعف داره، یک، دو، تجربه انتخاباتی ندارن هیچ کدامش، سه، زمانی که در اختیارشان قرار داشت زمان محدود بود، یعنی در یک وقت آمدن مقرر شدن که باید انتخابات کار عملیاتیش آغاز میشد که طبیعی زیر فشار زمانی بودن، چهار، عدم هماهنگی در بین اعضای کمیسیون، پنج، عدم هماهنگی بین کمیسیون و دارنشای کمیسیون که سخت بینشان اختلاف است، چون متاسفانه حال بگراون من انتخاباتی شدم، انتخابات مانیتور میکنم، همه موضوعات چیده کمیسیون است
چی در خارج که میسونن موضوعات زیر نظر ما است. این همه از عامل باعث به این شده که یا نتونن به لست رسیدگی بکنن و طرف دیگه فکر میکنن که مسئله رست این موضوعات بیشتر به ایسای نفوذ تعلق داره و بار هم میندازن بالا ازوا. کمیسیون انتخابات استاد نشد که واقعا بگویه که من این لست قبول ندارم، یعنی این لست بود که اعضای سابقه کمیسیون انتخابات و پشت میله های زندان یا حداقل در پشت میز محاکمه کشان یا باید از کندن کله گرگ پند میگرفتن، با وجود که فکر میکنن که ما بالاخره پاچا ساز هستیم، مگاه ما پاچا میسازیم، هم اصطلاح هم میشه میدونم رئیس جمهور میشه، بازی رئیس جمهور دیگه چون ولی نعمتش با ماست این کوره جمهور میشه، هر کس که شد بازو از ما دفاع میکنه، ولی همیشه اینطور نمیباشه، این فرمول هر بار تکرار نمیشه که انتخابات ریاست جمهوری یک دلیل دیگه هم یا باید بسیار متوجه باشن با آینده خود و با مسئولیت های خود، حتی ما مسلمان هستیم به آخرت خود آنچه را که انجام میدن بسیار مسئولانه باید باشه. ما چندین باری مثلا مطرح کردم حداقل پیچیدگی بحث فلتریشن ورقای که بیشتر خیالی است به قبر شما و استیکر خورد و ما خیلی بوجی های شما در اینجا مثال دادیم و سرمیز کود شد و به کمیسیون هم فرستاده شد تا حد زیاده. حالا بس کمیسیون یا ادای کمیسیونی است که ما یک ماشین به نام بایومتریک داریم و در روز انتخابات از او استفاده میشه و به گونه درست هم ترنینگ دیده کارمندا و وجود او ماشین میتونه ضرورت خود فرد را بر رای دهی قطعی کنه و نفر دوم نمانه که چند بار رای بده. فکر میکنین که چقدر ممکن است این نقیصه را رفع کنه در نهایت؟ این ادعا شاید بیشتر از این در قبل از انتخابات پارلمانی وجود داشت و اعتماد هم سر اون ماشینایی بود که ما شک نه که باور به این داشتیم که کار آمدی نداره و در روز انتخابات هم معلوم شد کار نداده. مشکلی است که میگه حدیث هست انشاءالله که لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. ما متاسفانه ده بار از یک سوراخ گزیده میشیم باز هم توجه نمیکنیم که احتیاط بکنیم. همین ماشین انتخابات گذشته با چالش کشید انتخابات، کار نداد، کارآمدی نداشت، مشکل ساز شد، نه تنها حلال مشکل نشد که مشکل ایجاد کرد. یک بار دیگه با عین تجربه عموم ماشین باز ما به او اعتماد میکنیم. چگونه شما این ماشین به دو سه تاش اختیار ما بده، خدا نکنه که یعنی ما دیدم نظرم غلط باشه، بسیار به سادگی یک روز پیش تایم ازی را به یک روز بعدتر عیار میکنم و رای از قبل و استیکرهایش جور میشه، دوباره چسبانده میشه و تفکیک بین این محل و محل دیگر هم نمیتونه. هر کسی تفکیک کشید درست است، چون آنلاین نیست، یک روز بعد یعنی سیستم داخل نمیشه. آقای منوی، امروز روز ریزلت تا بند میشه در محلات و مردم فیلم میگیره، عکس میگیره است، چطور ممکن است باست یک تغییر فایش ده بیاید؟ ما از بکرویان بحث ندارم، ما از اون مناطقه که بانک رای همون منطقه هست، یعنی رای اساسی که ناظر هم اونجا وجود نخواهد داشت، نه ناظر است، نه مشاهد است، نه مرکزی وجود داره، و یک نیست، ده نیست، صد نیست، هزار هاست متاسفانه. حالا یک بحث دیگه هم هست، مطابق قانون انتخابات افغانستان اصل صندوق است یا ماشین بایومتریک؟ هر کدام اصل برگه رایدهی است، ماشین معید یا تضمین کننده ام ورقه است که افتیده، که آیا می ورق از شخص است افتیده میجا او شخص نشان انگشت داره، اما این نشان انگشت و این ماشین شفافیت کمک نمیکنه و ما عواملش زیاد شاهد بودیم در انتخابات پارلمانی و نهادهای ناظری مسئله خوب میفهمند. حالا این ماشین توسط یک فرد ممکن بیشتر از ده رای هم به کار ببره، فکر میکنین که ممکن است این ماشین؟ ما فکر میکنم ده انگشت خدابان هیچ تفکیک نمیشه. حالا وقتی با نمایندای سیاسی احزاب یا نمایندای سیاسی حداقل نامزدای انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر ده یازده نامزد یک جای هستن صحبت کردم، اونو خیلی ابراز نگرانی نکردن. حداقل ما بحث کارمندای محلی که میسون مستقل انتخابات را مطرح کردن، بحث عدم ترنینگ یا آموزش دهی اونا را با توجه به شرایط ضیق یا محدود مطرح کردن، با وجود از وام خیلی بار فشار ذهنی از وام
با توجه به اقناعی که میشه مستقل انتخابات کم شده بود. چقدر این مسئله مسئله در حالت طفره رفتن است و بیشتر نامزدا و احزاب متوجه از این است یا خیلی جدی نگرفتن؟ وقتی ما میریم بر روز انتخابات یک فاجعه بزرگ به قبل شما از یک مسئله پیدا میشه که یک بار دیگه ما را در وزم آستین گزیده بود. ما امیدوار هستم که ما غلط باشم، ما اشتباه کرده باشم، باور من نادرست باشه، و ولی آنچه را که حداقل ما از تجربه خود میگویم، نه ای که ما فالبین باشم و پیشگویی بکنم که این مسئله به شفافیت کمک نمیکنه و مشکل ساز میشه. امیدوار هستم که احزاب سیاسی بیشتر از ما این موضوع را مورد دقت قرار داده باشن و حرف از وا درست باشه. اما ما در انتخابات پارلمانی آدمایی را دیدم که به ما اعتراف کردند که چگونه از این ماشینا به نفع خود استفاده کردیم. گفتند که یک روز قبل تایم از این را تغییر دادیم که یعنی یک روز بعد نشان بده، ترند کردیم، انگوشت های زیاد استفاده کردیم، پرینت کردیم، روز دیگه در ورقا نصب کردیم، بردیم در صندوق پر کردیم. هر وقت دیگه این کار ممکن است. اما دیگه و این تفکیکش به هیچ وجه، این تفکیکی که مثلا 200 آدم در 10 محل رای دهی رفته باشن، رای خود استعمال کرده باشن، کنم چیزی که به این تفکیک کنم متاسفانه وجود ندارد. سرور این کار را میگه. اگر این کار میشد که آنلاین می بود و تمام این دستگاه ها و سرور نصب می بود، هر کس که رای می داد فورا انتقال پیدا می کرد، اسکرین های کلان می بود که مردم هم می ره دیده می رفتن که رای در فلان جا چقدر تخییر کرده می ره، با دو صورت ممکن بود. هیچ چیزی وجود نداره، چیزهاییست بیشتر گزافه گویی است تا یک چیزای واقعی باشه. حالا یک مسئله خیلی جدی، یک موضوع خیلی حساس، اما خاموشی تام نامزدها یا شرکای انتخابات ریاست جمهوری در کار برای اقناع ازی چی باید شوه؟ حکومت افغانستان باید پیشتاز شوه، بیا بگه که مردم بیاین که انتخابات شماست، فردا میرین، بیاین که ما قناعتان حاصل کنیم، این کار کردیم، این کار کردیم، کمیسیونی کار کنه، یا نه بگذارن که انتخابات با توجه به میشوه باز برن سر سرکا سرکار را بند کنن و بگوین که ما نتیجه انتخابات قبول نداریم. یک تعداد از کاندیداها واقعا نمرخم است، نه شفافیت نمیفهمن، نه به دنبال رای هستن، نه کمپاین آغاز کردین، فقط دنبال ازی هستن که باز یک ماجرا ایجاد شوه، باز بیاین و یک ادعاره یا مطرح بسازن. نم انتخابات پارلمانی که من مدیریت داشتم، باز وقتی که یک تعداد از نامزدها اعتراض کردن، باز یک کس دیگه 68 رای گرفته بود، پیش از این مظاهره چیا را میرفت. برحال این چیزا معمول است، اما باور من ایست که حکومت گردن خلاصی کرده. حکومت میگه که من همی اعضای کمیسیون به دیدگاه شما تعیین کردم. خب رای دادین این احزاب و بعدم این کاندیدا خودشان رای دادین، زبان یارا به نحوی کوتاه ساخته و هر مسئولیتی هم که میگه به کمیسیون انتخابات است. ظاهر امر هم خامی است و میگه که بودجه هم که از ما مطالبه کردن اختیارشان قرار داد، گفتن ماشین کم از گفتن بگی پیسه برو بخری، چیز دیگه هم کار دارن ما دادیم، مسئولیت ما دیگه چیز بالاتر از این. و فکر میکنم که بازی خوبی را در انتخابات حکومت برا انداخت که یک مقدار زبان معترضین کوتاه بسازن. اما این که چی واقع میشه و در روز انتخابات ما با چی مشکلات روبرو خواهد شدیم، در اون صورت بازی نامزدها یا احزابی که امروز یا صدا بالا نمیکنن یا دخل به فرموده شما که به می سیستم و وضعیت قانع هستن، چی جواب خواهد داشتن به مردم؟ من نمیفهمم دو روز چه اتفاق خواهد افتاد. لیست رای دهی ما به قبل شما خیلی غیر شفاف است و خیلی هم بحرانزا است. همزمان دمو عقبه حمایتی از این که دیوایس ها یا ماشین بایومتریک است، یه هم با ابهام جدی و یک تجربه خیلی تلخ در انتخابات پارلمانی مواجه است. ضمن دو فاکتور منفی چیزهای دیگه هم هست که بتونه به عنوان چالش های درجه یک برای انتخابات ریاست جمهوری باشه. جدا اول که گفتم اختلافی که در داخل کمیسیون است باید وجود یک اما هنگی سر اصول وجود داشته باشه. اختلاف دیدگاه مثبت است اما اصول باید که اصول رعایت نمیشه. دو، البته دو جناح بسیار قوی در داخل کمیسیون همزمان در یک رقابت هستند. حکومت دو طرف حکومت طبیعی است که کوشش میکنن که
به نحوی امو تاثیرگذاری خود داشته باشند تا تعیین دیفسی و تا مامور محل تا هر چیز دیگه. طرف دیگه چالش امنیتی است که شما میفهمید هنوز بسیاری از مواد حساس انتخاباتی به مراکز نرسیده، به ولسوالی ها نرسیده و این به اصطلاح کمیسیون انتخابات ناگفته میماندش یا اغماز میکنه یا طرفه میره یا به اصطلاح هم پیر خود میره. در انتخابات 2010 که ما مدیریت داشتیم با وجود که وضعیت امنیتی کاملا متفاوت با امروز بود، شما باور کنید ما تلاش کردیم که مواد انتخاباتی تا آخرین روز هم برسه. در بعضی از ولسوالی ها در امون روز هلیکوپتر برد مواد رسان، دیگر پس آورد اجرای دهنده نبود که متاسفانه قیف متیلی که مصرف شده در اون هلیکوپتر ها و او رای را ما باطل کردیم. ولی در دو ولسوالی حداقل دو آب و مندول نورستان تا آخر که تلاش کردیم و شاید 10 بار با وزیر دفاع با وزیر داخله صحبت کردم اما نشد رسانده. در این وضعیت ما باور میاد که در بسیاری از ولسوالی ها و مراکز مواد اساس نمیرسه. ترس در کجاست؟ اون مواد اساس از گدام کمیسیون بیرون میشه، میره به مراکز ولایات میرسه. وقتی که ولایات نتونست دو عامل داره، یکی که رئیس کمیسیون یا مسئولین کم نمیرن خدا، دو کسایی که به اون مناطق موظف هستن باید پول بگیرن، یا ای که کسی را رئیس کمیسیون ولایتی موظف نساخته اما باید پولش را در جیب خود بزنه، مجبوری صندوق‌ها را در اختیار اقتدار قرار میدن، رای جور میشه بدون از اینکه او در اون مرکز برسه، رای دوباره به کمیسیون انتخابات میرسه. به نام اون مرکز نام است، رای است، اما هیچ صندوق خوش نرسیده. من منوعش زیاد دارم از این مسئله گفتم چون انتخابات حاله بکراون ما شده، من برمیگردیم با شما مانیتور میکنم و شما میفهمید که تقریبا بیشتر از یک هفته میشه که رای شمال بسته است. حکومت توان از این نداره که شاهرای خود باز بکنه. شاهرگ حیاتی یک حکومت این مسیر شمال است که حتی در امو بدترین حالتش هم حکومت دکتر نجیب الله با قیمت بسیار گزاف ولی اجاده را باز نگه داشت، ولی توانایی مال در این حد است که جاده بسته است. بسیار تشکر. شما چه انتظار داری که در این وضعیت باز انتخابات و رساندن مواد انتخاباتی؟ دو ماموریت خیلی پیچیده و همزمان مشترک بین حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد رفع ابهام و اعاده اعتبار بر روند انتخابات افغانستان و مدیریت درست امنیتی و تکنیکی از جانب حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. کدام کارهای خانگی است که در انجام نشده و امکان و ظرفیت انجامش در 17 روز است؟ با چی نوع طرز و دید، با چی نوع مدیریت و چقدر ما از کارها عقب ماندیم؟ کدام کارها اگر صورت بگیره حداقل میتونیم به گونه نسبی کاهش بدیم نگرانی روانی بحران انتخابات یا تقلب را، و کدام کار اگر نگیره ما میریم به طرف بحران؟ یک وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدیم. حالا قسمی که پیشتر گفتم یک ماموریت خیلی پیچیده است بین حکومت و بین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در دو بود، اعاده اعتماد و بحث امنیت و مدیریت تکنیکی. ظرفیت ها در درون حکومت و در درون کمیسیون برای اعاده و برای اجرای ماموریت چقدر است و ناتوانی چی چیزها را در پشت سر خود میتونه داشته باشه که به گونه حمایتی پیش شوه تا می خلاف پوش شوه؟ باور من این است که چند طرف قضیه است، هر کدام باید مسئولانه برخورد. اول کمیسیون انتخاباتی، کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات باید ماموریت خود تشریح بکنه که چیز یا این بار متفاوت تر از گذشته چی کاری را میکنن. مثل کمیسیون گذشته که امروز متاسفانه مورد محاکمه قرار میگیرن، نه که گفتن کار متفاوتی را که ما از کمیسیون های پیشتر کردیم داشتن لست رای دهنده است که در هیچ دوره نبوده. به یاد شما باشه ما گفتم که یک گام بسیار نیک است، ای کاش این را درست جور میکردی. حالا همین کمیسیون ها بگویند که چه کاری را میکنن که اشتباهات گذشته. گام اول خیلی شکننده بود. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان افتضای کمیشنرهای قبلی را بر مبنای ریزلشت های ابتدایی
حل کرد و با مهر تایید گذاشت که مکمل خلاف قانون افغانستان بود. چقدر این میشه محک شوه برای قانون؟ واقعا یک جفای بسیار کلان انجام دادن هر دو کمیسیون در جمع کردن انتخابات پارلمانی. طبیعی است که حوصله مردم هم گرفته بود، میدیا هم دیگه کم علاقه شده بودن و مردم هم میگفت بلا در پسش هر چیز که شده می خراب شده خود جمع شوه. به او خاطر جدی گرفته نشد. ولی ما به می هر دو کمیسیون میگویم که دو خو نباشند که مثل انتخابات پارلمانی باز میگذره. او انتخاباتی بود که رسوا شده بود، میفهمیدن که هر قدر دست بزنی رسوا تر میشه، بالاخره هر چیز که هست جمع شوه. اما اینطور نمیشه که باز انتخابات ریاست جمهوری هم قیاس غلط بکنم به انتخابات پارلمانی. این بار جدی میگیرن و یا خدا نکنه قربانی میشن. بنان بیان بسیار واضح بگوین که چی کارایی را این قصای کهنه تکراری را بگذارن که بایومتریک تور شده و ما ماشینای تور آوردیم و لست خدا 400 هزارش بیرون کردیم، این قصای تکراری خدا بیرون. تازه کار نو که خود شما کردی و ایام میکنی انجام دادی برای شفافیت چیز ای را باید توضیح بدن. ما امیدوار هستیم که این مسئولی نشانه بخواهی سخنگویی یک شای تیری را شما پیشتر تعریف کردین در درون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اختلافات خیلی جدی را هم شکل داده بین کمیشنرها و بین کمیشنرها و دارالانشاها و تا حد زیاد هم کمیشنرها مصروف زد و بندهای درونی. چقدر این ماموریت از شان میره ایست ایست زمان از رفته میره؟ طبیعی زمان هم میره و ما گفتم که شاید اخلاقا درست هم نباشه. امروز رئیس کمیسیون انتخابات در یکی از دعوت های از سفارت ها دیدم و گفتم که کار چرا نکرده. این کار شکایت از او از رئیس دارنشاش بیشتر از شکایت رئیس جمهور از رئیس اجراییش بود که بسیار شکایت داشت که و اگر وضعیت او رقم باشه و امیدوار هستم بعد از او که مدیده باشم دوام نکرده باشه وضعیت خوب شده باشه، طبیعی که کنترل نمیتونه کمیسیون بالای انتخابات داشته باشه. و طرف دیگه قضیه که بسیار مهم است و عمده است این چالش بسیار جدی امنیتی است. نه تنها این چالش متفاوت از چالش های قبلی امنیتی، یعنی این بار طالبا انتخابات تا که زورشان برسه سبوتاژ میکنن، انتخابات بر هم میزنن. چون انتخابات گفتن که نمیخوایم، بعد از اینکه حالا مسئله صلحشان هم به افتضاح کشید و یارا بسیار شرمنده شدن و انتقام خود اگر بتانن از انتخابات میگیرن. نیروی امنیتی شکنه تلاش خود میکنن، اما ما شما میفهمیم که توانایی ما در چه حد است، چقدر میتونیم کنترل از انتخابات در دست داشته باشیم. ما بسیار مشکل جدی در جاهای خود داشتیم که باز از موجه رای هم بیشتر خواهد. یک ماموریت پیچیده در بحث امنیت بدون شک وجود داره، اما اگر حکومت بخواه چقدر عقلانی است ضمن تأمین مدیریت یا تلاش نهایی مدیریت امنیتیش برگرده به مدیریت تکنیکی و پوش کنه ضعف‌های درون کمیسیون مستقل انتخابات را تا سر و صداهای بعدی را به گونه‌ای توجیه کرده باشه؟ کاری که یک وقت من جام دادم، من گفتم که به من مهم نیست که سطح اشتراک در چی حد می باشه، به من مهم است که در کجا انتخابات میشه. در جایی که پلیس ملی با یونیفرم خود حضور پیدا کردن تانه و عملا فیزیکی مردم نبینه که اونجا پلیس است، انتخابات وجود نداره. ما نفر موظف انتخابات هم میگیم که دست خود سر شانه پلیس مانده برد انتخابات بکنه. یک های هوی برا افتاد که مردم محروم میسازه شما، من زیر تأثیر گپانه میرم. جایی که آنجا پلیس نبود انتخابات وجود نداره. امروز بار باید کمیسیون انتخابات اعلان بکنه که به من معلوم نیست که سطح اشتراک در چه حد می باشه. هر که از رای داد پیش من رایش حساب میشه، که نداد کار من نیست که چیست. اگر میخوان انتخابات واقعی باشه بگذار که سطح اشتراک 2 میلیون میشه، 1 میلیون میشه، 3 میلیون میشه، مهم نیست که بسیار ما کلان جلوه بدیم خدا. در جایی که انتخابات میشه انتخابات بکنه. وضعیت افغانستان اینمی هست، باید قبولش بکنیم، بپذیریم. ما با اینمی وضعیت زندگی میکنیم، با همی وضعیت سیاست میکنیم، با اینمی وضعیت دموکراسی را میخواییم. ما دموکراسی ساختگی نمیتونیم. ما بگوییم که 9 میلیون رای دهنده داریم اما 2 میلیون اشتراک نداشته باشه. اینمی 2 میلیون آدمی که اشتراک میکنه، هر کسی را که سزاوار دیدن بیشتر رای دادن رئیس جمهور افغانستان. از این مهم چیز که ما بگیریم بسیار موضوع را بزرگ بسازیم و کوشش بکنیم که سطح اشتراک کلان نشان بدیم. این درد ما رو دوا نمیکنه و این کار رو باید کمیسیون اعلان بکنه و بگویه فشار بره سر نیروهای امنیتی که با ما واقعی بگو که کجا را امنیت چه تامین کرده میتونی امروز میتونی. یک تعداد هم شنیدم گفت که تا
نزدیک انتخابات بسیار جای دیگه هم همین میشه. از کدام را، چگونه، با کدام امکانات و ابزار، آنچه که ما برتری داریم حملات هوایی است، بمباردمان است، اما این میتونه امنیت انتخابات تامین بکنه؟ نه خیر. چرا ما واقعیت‌گرا نیستیم، واقع‌بین نیستیم؟ این معنایش تخریب کدام جناح، طرف یا نهاد نیست که ما نیروی امنیتی را میفهمیم که از حمایت جمعی ما برخورد. یک بار دیگه میایم به پرسش خود. حالا دست انتقادا همیشه هر طرف دراز است، منتقدین و هر بغله که به ذوقشان خوب نخورد خیلی شدید قضاوت میکنن، انتقاد میکنن. یکی از وادم هم هست. حالا بسه، اگر حکومت بخواه بیاید یک کمیسیون اصلاح کنه، با کمیسیون کمک کنه، یک دیدگاهی است که حکومت بیاید کار کمیسیون مداخله میکنه، اما فکر میکنین که عقلانی است حکومت بیاید این خلاها را پر کنه و کمک شوه برای کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و یا اگر نشه این ظرفیت آیاهایی که شما پیشتر در مورد کمیسیون گفتین در این کمیسیون و در این مدیریت وجود داره؟ نه، چند طرف در کمیسیون در بحث انتخابات بسیار جدی حضور دارن، حضور محوری، حکومت که آل دو جناس، کمیسیون انتخابات که دو کمیسیون است، مردم است که خب در اینجا باز احزاب سیاسی و جامعه مدنی است، یعنی کسایی که لغت بسیار میگن با رأی نمیتن، رأی مردم بیچاره میده که لغت انتخاباتی رو نمیفهمه، و طرف دیگه هم طالبا و مخالفین است و طرف دیگه جامعه بین المللی است. این طرف های محوری بحث انتخابات است. اول اراده حکومت برای شفافیت، ما پیام ما را به حکومت رساندیم، اتفاقا گفتیم که ما به یک نظام مشروع، ما مهم نیست که بالاخره افغان مادر از قدرت هر کسی را سرش اعتماد شد، ما به یک نظام قوی مشروع آینده افغانستان ضرورت داریم. بنان این مشروعیت وقتی میتونه به کمال برسه یا حداقل بالا باشه که سطح شفافیت در انتخابات بالا باشه. اراده حکومت با مشروعیت یعنی چی؟ اراده حکومت به شفافیت، مشروعیت بالا ببره. یعنی چی به شفافیت؟ یعنی بگویه که من نمیمانم که کسی تقلب بکنه، نه تنها نمیکنم، نمیمانم. ما یک بحث داشتیم اتفاقا از یکی از معین صاحبای بسیار محترم وزارت امور داخله، این یک شخص بسیار محترم حضور داشتند در مناظره، گفت که ما پلیس اجازه نمیدیم، هیچ پلیسی در بحث قبل از انتخابات پارلمانی به فکر بیاد که در تقلب دست بزنه. ما گفتم که نه خیر آقا، وظیفه تو این نیست که پلیس بگویی در تقلب دست نزن، وظیفه تو کشف جرایم است، تقلب در انتخابات جرم است، تو این رقم اعلان بکو که هر کسی که به تقلب دست بزنه در انتخابات ما دستش میگیرم. بسیار زیاد آرمانی است. نه، آرمانی نیست. قانون افغان شما گفتین که قریه های خیلی دورده است، در اونجا که ناظر وجود نداره، قماندان اکس یا قماندان وای همه کاری از اوست، یا ارباب خان اونجا همه کاری از اوست و او وابسته است با یکی از نامزدا، طبیعی است که او تقلب میکنه. چقدر عقلانی است که نامزدان نخواهند از خلاها به نفع خود استفاده نکنند، و چقدر عقلانی است که کمیسیون مستقل انتخابات چشم پت کنه بگه که خب مردم ما را همکاری میکنه و حکومت باید جلو تقلب بگیره؟ فکر میکنی که سوالی بود که آیا حکومت چگونه میتونه تقلب با مدیریت کمیسیون کمک شود؟ همین کمکش است. پلیس اگر واقعا پلیس ملی مطابق به قانون اساسی افغانستان که ماده 134 است، حالا که کشف جرایم شما میفهمین که پلیس ما خیلی تکنیکی نیست، پلیس ما فوق العاده سیاسی است. متاسفانه حالا با این وجود خیلی آرمانی یعنی است. یعنی اگر حکومت بخواه پلیس آمر خود سهل داره. واقعا اگر حکومت بخواه وزیر داخلی خود احضار بکنه و بگویه که انتخابات مسئولیت تا از کسی که سبوتاج میکنه، تخریب میکنه، دست به تقلب میزنه، وظیفه تو خود تا کل از اما اون پلیسی که تفنگ پایین میکنه و 20 تا هم قطار خود بزنه، آیا وزیر داخله بتونه مانع شود؟ این شاید بسیار استثنایی. اینا مثال دادم، موارد زیاده هم در تقلب و در جرم هم موارد استثنایی. کل پروسه رو زیر سوال نمیبره، سازمان یافته نباشه، جمعی نباشه، کلی نباشه، چیزا استثنایی نمیتونه. بگذار که یک ده محل، صد محل چنین کار را انجام بده، این نمیتونه کل پروسه رو زیر سوال ببره. اما اگر سازمان یافته بود، پلیس به خاطر از اینکه به خود پلیس که ما میگیم، البته او عسکری که بیچاره ده و چیز ساده است، مقصد ما پلیس یعنی رهبریش، اگر این خواسته باشه که به خود جایگاه جور کنه در حکومت، خواسته باشه که خود به اون مقرب بسازه، خواسته باشه که از منافع مادی استفاده بیشتر بکنه،
باز قهرمان سازی هم یه آدم ها در انتخابات میکنن. پلیس برای تامین امنیت کنه یا پلیس برای پشت صندوق ها؟ اردوش اصل کار پلیس همین دو مسئله است. اول حاکمیت قانون است که اینمی کشف جرایم که وظیفه پلیس، هیچ کس استثنایی در کشف جرایم وجود نداره، از رئیس جمهور شروع تا عادی ترین یک تابعه یا شهروندی کشوره، اگر جرم میره مرتکب شد پلیس میتونه بگیردش و وظیفه مختص پلیس کشف جرایم است. ببین شکل مطرح کنیم آقای منوی، چون وقتی که حکومت میگیم، کمک حکومت میگیم، بیشتر یک بازو یک دست نیست، دو بازو دو دست است و هر دو بازو دست رقیب خیلی سرسخت هم از درون حکومت. فکر میکنین که این قدرت انسجام در درون و تعهد برای شفافیت در درون بین دو رقیب در درون حکومت ایجاد شود یا نه؟ اگر این رقیبا رقبای متوازن می بودن این بسیار مفید بود که چک بیلانس می شد و خود همی تقابل دو قوه می تانه توازن به وجود بیاره. این رقم بسیار مشکل نبود، ولی شما می فهمید که پلی ترازو بسیار با هم تفاوت کلان دارن، ولی به هر حال با هم به نقش نیستن. ما که حکومت حکومت میگم، طرف من حیث کل حکومت میگم، هر کسی که حضور داره در حکومت و نقش داره، هر کدام میتونه این کار رو بکنه. به هر حال شما وظایف پلیس وظیفه قانونی شده کشف جرم و تامین امنیت برای مسئله بسیار مهم خارجی هست. اگر گناهگار نشم و بیننده ها با ما خورده نگیرن، تعدادی هستن که شاید از خدا کمتر بترسن، اما از بندهای خدا و از خارجی ها زیاد میترسن. سهل میباشن که چی گونه هست. اگر واقعا این بار خارجی ها خواسته باشن به انتخابات شفاف، اما یک اشاره بکنن که ما می رقم انتخابات بخوایم، ما سخت میدانم کسی خیلی یک بکنن. جای خوب رسیدیم آقای منوی، بحثم جمع میکنیم بایی. وقتی قبل از اینکه لست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهایی شوه، ما تک تک با رؤسای احزاب و با رهبرای سیاسی و با کلانا شش توم گفتگو کردم، یا آن در ریکارد یا آف در ریکارد، و بیشتر دیدگاه می بود که خارجی ها مخصوصا ایالات متحده آمریکا عقابش داشانی کی میشینه و از کی حمایت میکنه. و شما هم یک فرد تکنیکی هم هستین و هم ضمناً یک فرد سیاسی هم هستین و انتخابات را یکی پیدگاه مدیریت کردین هم نظارت کردین. فکر میکنین که هنوز هم نقش تعیین کننده را حمایت خارجی ها برای پیروزی یکی از نامزدها خواهد داشت یا نه؟ انگشت های رای دهنده ها. ای کاش که انگشت های رای دهنده ها تاثیر داشت. شما فکر میکنم عوامل مختلف، من جمله نقش خارجی هم بی تاثیر نیست. بالاخره انتخابات 2014 ما بازی های را دیدم که به هیچ باور کردنی نیست. فکر میکنم نه بحثا فرصت هایی از او است، ما فارغ شدیم که چیزها را در قید تحریر بیارم. ما چیزهایی را دیدم، یعنی به هر حال درست هم نیست، حالی مصلحت کلان کشوری ماست، اما نقششان تعیین کننده است، برجسته است، جدی است و حرفشان حرف است. چند درصد؟ باورم این 100%. پس این انتخابات و این روند و این تلاش و این شفافیت و این قید زمان و این قانون یعنی چی؟ طبیعی یا شکلیات عیار می سازن، یعنی بحث ما نقشش دهی که بیاره فرد بگویه می تعیین شوه، اما به نحوه کسایی را طبیعی که از قبل مطمع نظرشان می باشه، برخلاف اون چیزی که یکی از دیپلمات های از کشورهای کلان وقتی ما این شکوه ها را گفتم از انتخابات گذشته، گفت که اشتباه ما در گذشته همی بود که ما با یک نامزد وارد انتخابات می شدیم، اما این بار می خواهیم که نامزدی از قبل نداشته باشیم و وارد انتخابات شدیم. ما کاش چنین باشه، یعنی اعتراف خودشان بوده. یا مثلا انتخابات شاید بازم از مصلحت به دور باشد، انتخابات پارلمانی نماینده ملل متحد گفت که رئیس جمهور راضی نمیشه مگر اینکه 27 نفری که به صورت شکایات از لیست بیرون کرده باید همی 27 نفر شما بپذیرید، غیر از اون رئیس جمهور قانع نمیشه. من گفتم من رئیس انتخابات هستم، هدایت شما میده که من چند نفر باید بیرون شه و لیست یا چند نفر باقی بانه و کی راضی میشه و کی خفه میشه، تصمیم من میگیرم و هیچگاهی ای آمار ما عملی نخواد کردیم. گفت چرا؟ من کل پروسه زیر سوال میره، وزیر جوابش که میده. همین مناقشه ما جدی شد در دروژه دیگه، سفیرها و یام ششتگی هستن و همین مجلس ما بر هم خورد. یک دو ساعت بعدش از یک سفارت سفیرش آمد
به فرداش دیگه سفارت آمدن گفتن این موضع ما و موضع نماینده ملل متحد نیست. ما هم تعجب کردیم که چطور تحکم میکنه یک نماینده ملل متحد که باید هدایتی که میری برآورده شد. ما گفتم سریس و گپ خودم میزنم و ما وقتی که گپ رئیس جمهور ما مرا تعیین کرده و حرمتش را دارم رئیس جمهور ماست، وقتی که ما در مسئله اصول قبول نمیکنم گپ خارجی شد قبول آخرین نمیکنم. پرسش آقای بنوی، پس واضح است که یعنی تاثیرگذاری هر کدام در مو سطح خود. آخرین پرسش، تا به حال ایالات متحده آمریکا ظاهرا سر کدام یکی از نامزدهای بزرگوار انگشت نمانده و بیشتر تصویر بیرونی همی است تا انتخابات 2014 یا قبل از او که این زمزمه قبل از انتخابات وجود داشت. حالا ارزیابی شما از وضعیت چی است؟ حدس و گمان شما به عنوان یک فرد تکنیکی و سیاسی از انتخابات ششم میزان و اجرایی شدن انتخابات ششم میزان چی است؟ یک دقیقه وقت دارید. باور من است که در انتخابات پیشروی اگر سلامت انتخابات بالای 60% باشه انتخابات به دور دوم میره. اگر شفافیت پایان 50% باشه باز میتونه در دور اول برنده داشته باشه. انتخابات به دور دوم بره بسیار جدی میشه، در صورت جنابندی ها بسیار تفاوت میکنه، موضع گیری ها سخت میشه، در وقت موضع خارجی هم کمی روشنتر میشه. تا حال خوب بازی کشورهای کلان شما میفهمی که تا دقیقه 90 کس نمیفهمه چگونه خواهد بود. آیا حکومت و بیشتر رقبای انتخاباتی توان مدیریت یک حالت غیر قابل مترقبه را هم دارن؟ فکر میکنین که این انتخابات میتونه عبور کنه یا باز مثل انتخابات 2014 و بدتر از او در دل بحران باقی خواهد ماند؟ بحران ما فکر میکنیم تا که خارجی های باشه، یعنی ایالات متحده آمریکا جا قوا داشته باشه، بحران مدیریت میکنه، سر می دل خود جمع کردن. در غیر از او نه در حکومت نه بیرون حکومت کسی نه تدابیر دارن نه پیش بینی داره که این بحران چگونه مدیریت بکنن. اما طرف دیگه موضوعی است که این رقبا که وقتی با مسافه هم میرن چقدر به مو ادعای قبلی خود مستحکم پابرجا هستن، ولی آن چیزی که من میبینم این بار شما دیدی که هنوز انتخابات بسیار فرصت زیاد نمانده، هنوز سفرهای ولایتی وجود نداره، آن کمپاین های جدی جز از این همو چیزهایی که در تلویزیون ها و گپ ها، اما کمپاین های بسیار حار و گرم و جدی را که ما در انتخابات های گذشته شاهد بودیم با قبول ریسک. وقتی که کاندیدی که مدعی قدرت است ریسک قبول کردن نمیتونه، تبعیض از خاطر امنیت نمیرن بسیاریش، پس چه انتظار دارن که رای دهنده چطور ریسک قبول میکنه با میه رای خود؟ بسیار تشکر، بسیار زیاد تشکر آقای منوی عزیز که حضور یافتین. تشکر از شما بینده عزیز که دیدن بحثمون رو دنبال کردین. تا بعد.